مرسده قایدی هستم. من از 19 خرداد سال 61 تا اردیبهشت 69 در زندان بودم. من به همراه 3 تا از اعضای خانواده‌ام دستگیر شدم. دو برادرم و همسر یکی از برادرم که در فاصله یک سال دو برادرم و همسر برادرم رو تیرباران کردم. و از خانواده‌های خاوران هستم و الان یکی از فعالین جنبش دادخواهی هستم. اتهامتون چه بود؟ سازمان پیکار بود. یکی از سازمان چپ و مارکسیستی اون دوره بود. امروز در دادگاه صحبت بود در مورد آقای نوری و زمان در واقع تابستان 67 و وضعیت زندان اوین. شما در زندان اوین بودید؟ بله. میشه از اون بگید که چه حال و هوایی داشت اوین؟ بله، من تو سالن 3 آموزشگاه اوین بودم سال 67. بعد از پذیرفتن قطعنامه که ما به محضی که شنیدیم احساس میکنیم چه خبری خواهد شد، چون جام خمینی جام زهر رو نوشیده بود. بعد بلافاصله ما ممنوع ملاقات شدیم و خبر اومد که تو بند ملاقات زدن تا اطلاع سمی همه ممنوع ملاقات خواهن شد. بلافاصله بعد از 2 روز 3 روز بود که اینها اومدن تلویزیون ما رو بردن. ما هی پرسیدیم چرا، به مسخره گفتیم میخوایم براتون تلویزیون نو بیاریم. بعد ملاقات هواخوریمون رو قطع کردن. اولی سری رو تا اونجایی که من به حافظه من 5 مرداد بود 10 تا از دختران مجاهد رو صدا کردم که من دقیقا این یادمه. یکی از اونا مریم گلزاد قفوری بود که با من در واقع خداحافظی آخریش رو کرد. رفتن و ما نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته، فقط همه رو بردن. من فکر میکنم یکی رو اتفاقی برگردوندن. اومد گفت که اشتباهی اومدم، در صورتی که میخواست خبر بده. اومد گفت بس کشتنه، همه ما رو میخوام بکشن. اون شب 10 تا رفتن، به محضی که صدا میکردن با کلی وسایل میگفتن. این یک چیز اعدام بود. اول آدم ها رو صدا میکردن، بعد میگفتن کلی وسایل. درست شب بعد 10 نفر، در شب بعد 10 نفر، در کل 45 نفر دختران مجاهدی که با ما بودن هیچ کدوم برنگشتن، همه رو اعدام کردن. چرا من میگم؟ برای اینکه من تا آخر 69 در زندان بودم. بعد ما رو بعد از سرکوب خونین 67 ما رو به اتاق دربسته منتقل کردن. و یک خبر دیگه، بند پایینم تعداد زیادی از دختران مجاهد بودن که اون زمان در جهاد کار میکردن. اخباری که ما به ما رسید حتی همه اونا رو اعدام کرده بودن. و بعد از آخر مرداد رسید، آخرهای 28-29 مرداد بود، اولی سری دختران چپ رو صدا کردن. دختران چپ ما این خبر به ما رسید و یک خبر دیگه هم به ما رسید که کلی از پسران در سلول های 209 اوینن. و خبری که باز خیلی مهمه من اینو بگم، ببینید زندانبان های ما عوض نمی شد، در صورتی که زندان ما شیفتی بود. و اینا در مدت 2 ماه سرکوب باور کنید همش رو زندان بودن، که این خودش برای ما علامتی بود که اینا چرا نمیرن بیرون، چه اتفاقی افتاد. اولین سری دختران چپ رو بردن که اونها نماز میخونن یا نه، و برای بچه ها به قول خودشون حد شرعی تعیین کردن. میگفتن خمینی فتوا داده به مجاهدین رو بکشن، چپا رو انقدر شلاق بزنن تا نماز بخونن. شما خودتون شاهد چه تعداد افرادی بودین از دخترای چپ که بردن؟ من سری اول 10 نفر از بچه‌ها رو بودن، سری دوم هم بردن. بعد یهو اواسط شهریور بود متوقف شد. بعد ما نمیدونستیم، ولی ما همچنان ممنوع ملاقات بودیم و من خودم تا آذر 67 ملاقات نداشتم. پس شما شانس آوردید که الان زندگی 100%. یعنی به نظر من اعتراضات، من همینجا باید بگم ما تعدادی که زنده بودیم مدیون مبارزات خانواده های ما هستیم. مامان من میگفت ما هر روز به جای رجوع میکردیم، و چون فقط این تهران نبود، در تمام زندان های ایران بسته شد برای رب ایجاد کردن. مامانم میگفت دم اوین داد به ما پخاشی میکردن، ما میرفتیم دم داد گستری. میگفت مرتب میگفتیم چه بلایی در این سر بچه های ما میارین. ببینیم ممنوع ملاقات بودن ما در سراسر ایران اون زمان خیلی انعکاس پیدا کرد که اینا درهای زندان رو بستن. حتی مامانم اینا میمدن دم سالن ملاقات، میگفتن تا که بچه های ما باید ممنوع ملاقات بشن؟ میگفتن برین هر وقت شد به شما خبر میدیم. به همین دلیل
اون دوره دوره بسیار دردناکی بود. ما همه انتظار مرگ داشتیم. اینو واقعا بگم. شما دخترتون رو از دست دادید؟ نه، من دختر نه. من فرزند نداشتم. پس این حلقه مال کی بود؟ این حلقه مال همسر برادرم بود که از کنار من اونو برای اعدام بردن. 22 مرداد سال 62 که همزمان با برادر من در یک شب در تپای این تیربارانشون کردن. و وقتی که داشت بچه ها اتحاد مبارزان کمونیست بودن هر دوتاشون، وقتی که داشت میرفت، لحظه که از بند داشت میرفت، این حلقه رو به عنوان یادگارش به من داد، به عنوان یادگار به هم داد، چون دستم کوچکتر بود، به عنوان یادگار به هم داد، گفت اینو همیشه داشته باش، من همیشه اینو در گردنم هست که هرگز فراموش نخواهیم کرد اینا با ما چی کردن. ممنون، سپاسگزارم.